آیت الله لزما شیرازی در بخشی از بیانات خود در جمع مبلغان در آستانه ماه محرم در رابطه با علل و عوامل نسبت به تعظیم شعار حسینی فرمودند: آنهایی که در حق ابا عبدالله حسین علیه السلام خذلان کردند، یعنی می توانستند آن حضرت ها یاری برسانند اما به هر دلیل غیر موجهی یاری نکردند، هم در حیات خود بازخورد آن را دیدند و نفرین الهی آنها را گرفتار کرد، هم در عذاب اخروی گرفتار خواهند شد. معظم الله در ادامه فرمودند: این یک سنت الهی زندگی ساز برای همه انسان هاست که در برابر ظلم و تعدی و تبعیض و حق کشی اگر سکوت کردند و به مظلوم یاری نرساندند، هم در دنیا بازخورد این کوتاهی و کهولت در یاری رسیدن به مظلوم را مشاهده خواهند کرد و هم در آخرت عذاب خواهند کشید. ایشان با اشاره به این نکته که در کشورهای مدعی اسلام آموزش دینی به شکل نادرستی عرضه می شود فرمودند: انسانها از همان ابتدای کودکی درست نمی توانند با مفاهیم دینی ارتباط پایداری برقرار کنند و در نتیجه نسبت به تعظیم شعائر اسلامی به ویژه شعائر حسینی بی توجه و اهمال کار بار می آیند. با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم. خذلان یک کلمه عربیه، تو لغت عرب ملاحظه کنید، خذلان یعنی کسی که میتونه یاری کنه و نکنه، یا یک قدر یاری میکنه اما میتونست بیشتر یاری کنه. خدایا تو یاریش نکن، تو کمکش نکن. وقت با قول آقایون علما این خذلان این معناش در لغت عربی. قضیه حقیقیه است، قضیه خارجیه که نیست. اون لحظه کی به امام حسین ظلم کرده بود؟ لحظه ولادت امام حسین. این قصه میاد تا 60 سال بعد. البته ظلمایی که قبل معاویه ها و امثالشون اینا کردن به امام حسین، اونا هم جز بشه اشکال نداره، چون قضیه حقیقیه هر وقت موضوع تحقق پیدا کرد این نفرین حضرت متحققه، خاصه به روز عاشورام نیست، چون قضیه حقیقی است. بله، روز عاشورا یه مصداق سنگینی از خذلان امام حسین علیه السلام از طرف اونهایی که کمک کردن به قتل امام حسین علیه السلام و لعنت الله علیهم، و اونایی که کمک نکردن به امام حسین، او یه مصداق سنگینی بود، بله شکی نیست. اما اصل یعنی ظهور اینه که قضایا همش حقیقی است، مگر یه قرینه خاصی باشه که این قضیه خارجیه است، مال فلان مورد خاص. از اول تا آخر فقه شما جواهر رو ملاحظه کنید، آیات قرآن کریم که استدلال بهش میشه، احادیث شریفه که به استدلال بهش میشه، از اول تا آخر فقه هر جایی فقها میفرمان قضیه حقیقی است، قرینه میخواد خارجیه بودن. خدایا تو کمک نکن کسی که امام حسین را کمک نکرد. حالا چه اصلاً کمک نکرد، چه میتونست بیشتر کمک کنه، کمتر کمک کرد، پس اون مقداری که کمک نکرد مصداق خذلان دیگه. اللهم خذل من خذله،